همه سر به سر تن به کشتن دهیم، به از آنکه کشور به دشمن دهیم. اگر کشت خواهد تو را روزگار، چه نیکوتر از مرگ در کارزار. بگویید این جمله در گوش باد، چو ایران نباشد تن من مباد. با سلام و درود خدمت همه حاضرین در جلسه و همه عزیزانی که ما را از لایو یوتیوب به صورت زنده دنبال میکنم. در ابتدا میخوام تسلیت بدم به خانواده جانباختگان، به همه هموطنانمون، خصوصا خانواده جوان ناکام، خانواده محسن شکاری که متاسفانه به دست رژیم جمهوری اسلامی به دار آورده شد بدون هیچ جرم. فردا روز حقوق بشر هستش. امیدوارم که در این روز ما شاهد باشیم که تو کشورمون حداقل هیچ وقت موارد نقض حقوق انسانی یا محیط زیست رو نداشته باشیم. امروز 9 دسامبر برابر با 18 آذر با یکی دیگر از جلسات کمیته محیط زیست در خدمت شما هستیم و موارد نقض حقوق محیط زیست رو در ایران مورد بررسی قرار میدیم. سخنرانان رو خدمتتون معرفی میکنم. جناب آقای صمد جعفری گزارش تحلیل موارد نقض حقوق محیط زیست رو در آبان ماه ارائه میدن. جناب آقای قندیر دادخواه تجارت بین‌المللی گونه های جانوری و گیاهی در معرض خطر رو تحلیل میکنن و اون رو با قانون اساسی جمهوری اسلامی مقایسه میکنن. و جناب آقای سپهر رضایی شایان ریزگردهای استان خوزستان رو در موردش برامون صحبت میکنن. و در آخر بحث آزاد رو داریم با حق محیط زیست ایران. و در آخر خوشحال میشیم که در پایین هر بخش دوستان اگر نظراتی دارن با ما به اشتراک بذارن. دعوت میکنم از جناب آقای صمد جعفری، مایک براشون آزاد هست. بفرمایید آقای جعفری. با سلام خدمت همه همکاران عزیز و مهمانان گرامی، گزارشات و تحلیل نقض موارد حقوق محیط زیست ایران در آبان 1401 را خدمتتون عرض میکنم. مجروح شدن یک محیطبان در درگیری با شکارچیان غیر مجاز. رئیس اداره محیط زیست شهرستان ایزه گفت یک محیطبان در درگیری با شکارچیان غیر مجاز مسلح در منطقه سادات حسینی شهرستان ایزه مجروح شد. دستگیری شکارچی غیر مجاز در منطقه شکار ممنوع شیرواندره مشکین شهر که جهت جلوگیری از شکار غیر مجاز فرد متخلف را دستگیر کردند. هر ساله 1,000,000 هکتار بیابان جدید داریم. نقض هدف 11 تبدیل شهرها و سکونتگاه‌های انسانی به مکان‌های همشمول و مقاوم و پایدار و هدف 13 اقدام فوری برای مبارزه با تغییرات آب و هوا و اثرات آن از سند 23 یونسکو. هشدار دامپزشکی یزد در خصوص احتمال شیوع آنفلانزای فوق حاد پرندگان. مدیر کل دامپزشکی استان یزد از احتمال شیوع آنفلانزای فوق حاد طیور در فصل سرما خبر داد. سرپرست محیط زیست دماوند از تصادف خودرو با پلنگ در محور دماوند فیروزکوه در محدوده دلیچه‌های خبر داد. با بررسی صحنه و تحقیقات به عمل آمده مشخص شد که خودروی سواری عبوری با یک پلنگ که قصد عبور از مسیر جاده را داشته برخورد کرده که خوشبختانه آسیب وارد سطحی بوده و پلنگ از محل حادثه فرار کرد. این گزارش مغایر هدف 15 یعنی کاهش و جلوگیری از انقراض گونه های در معرض خطر از سند 23 یونسکو است. ایران جزو 9 کشور آسیب پذیر از تغییرات اقلیمی است. 23 استان در سال جاری متأثر از آسیب های گرد و غبار شدند. سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه ما نه تنها در نبایدها بلکه در بایدها نیز موفق نبوده ایم. وی با بیان اینکه از دست دادن آب و خاک جبران ناپذیر است گفت در شرایط حاضر هم با فرسایش خاکی و هم با از بین رفتن آب مواجه هستیم. در حال از دست دادن منابع پوشش گیاهی هستیم. شاید بتوان آلودگی هوا را
کنترل کرد، اما منابع تهدیدناپذیر را نمیشه کنترل کرد و جبران کرد. این گزارش مغایر هدف 13 یعنی تقویت مقاومت در برابر بلایای طبیعی و آموزش و هشدار به موقع در خصوص بلایای طبیعی از سند 23 یونسکو است. مدارس و دانشگاه های 8 شهرستان تعطیل شدند. بر اساس تصمیم کارگروه شرایط اضطرار آلودگی هوای خوزستان، مدارس نوبت بعد از ظهر سه‌شنبه 10 آبان در شهرستان‌های اهواز، باوی، حمیدیه، کارون، شادگان، رامشیر، ماشر و هندیجان به دلیل گرد و غبار تعطیل اعلام شدند و همچنین دانشگاه‌های اهواز نیز تعطیل شدند. شمار لاشه‌های کلبزها در مازندران به 56 رسید. مسئول حیات وحش اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران با بیان اینکه کماکان شاهد تلفات ناشی از بیماری در ارتفاعات البرز شمالی هستیم گفت با وجود اینکه آب و هوای عملیات پایش را برای محیطبانان دشوار کرده است، اما پایش ها ادامه دارد. ضروری بودن تغییر الگوهای سنتی کشاورزی در زریوار مریوان. سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست کردستان گفت تغییر الگوهای سنتی کشاورزی و جلوگیری از برداشت بی‌رویه و بدون ضابطه از کاسه آبی تالاب باید در اولویت برنامه های حفاظت و احیای تالاب قرار بگیرد. این گزارشات نقض هدف 3 کاهش مرگ میرهای ناشی از بیماری های غیرواگیر و بیماری های ناشی از آلودگی آب، هوا و خاک، نقض هدف 11 توجه به کیفیت هوا، هدف 17 افزایش امکان دسترسی به علم و فناوری و نوآوری از سند 23 یونسکو است. کارون آلوده ترین رودخانه خوزستان از نظر ورود فاضلاب شهری است. مدیر کل حفاظت محیط زیست خوزستان گفت رودخانه کارون آلوده ترین رودخانه استان خوزستان از نظر ورود فاضلاب شهری است که باید با تکمیل تصفیه خانه های اهواز این موضوع را باید به حداقل رساند. نابودی 1/4 جنگل های زاگرس. جنگل های زاگرس با 5 میلیون هکتار مساحت 40% مساحت جنگل های ایران را تشکیل می دهد. اما این گنج ایران زمین سال هاست که به طرق مختلف خسارت های جبران ناپذیر قرار می گیرد. آمارها نشان می ده که 1/4 جنگل های زاگرس در اثر عواملی مانند آتش سوزی، کرم های بلوطخوار و تهیه زغال از عواملی است که سبب نابودی 1/4 این جنگل ها می شود. آمار تکان دهنده مرگ بر اثر خفقان هوا. به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه همدلی گفت که مطالعه وزارت بهداشت در 27 شهر با جمعیت تقریبا 35 میلیون نفر مشخص شد در سال 1400 مرگ های منتسب با ذرات معلق در کشور 20800 نفر بوده که از این میان سهم تهران 6400 مرگ اعلام شده. این گزارشات ناقص هدف 2 حفظ تنوع ژنتیکی دانه ها و گیاهان و حیوانات و همچنین نقض هدف 3 کاهش مرگ میرهای بیماری های ناشی از آلودگی آب، هوا و خاک و همچنین نقض هدف 6 ریشه‌کنی تخلیه زباله در منابع آبی از سند 23 یونسکو باشد. صنایع چوب بهترین مشتری قاچاقچیان. قاچاق چوب از معضلات دیرینه جنگل های کشور است. اونطور که آقای علی محمدی مقدم جانشین فرمانده یگان حفاظت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری میگوید با نشر اقدامات نظارتی در 6 نخست امسال میزان کشفیات چوب قاچاق 22% نسبت به پارسال افزایش پیدا کرده است. انقراض خاموش گونه های جانوری در همدان. به گزارش خبرنگار ایرنا، حفظ و توسعه پوشش گیاهی همواره به عنوان یکی از مهمترین عوامل حفظ اطلاعات ژنتیکی و تنوع زیستی استان به شمار می رود. اما با گذشت زمان دست‌اندازی بشر به محیط زیست و تخریب زیستگاه ها باعث از بین رفتن گونه های گیاهی جانوری شده است. به طوری که طبق آخرین گزارشات یک گونه به عنوان مرغ‌میش منقرض شده است. 2 کرکز مصری بالاپان در معرض خطر انقراض، 9 کل و بز و قوچ و میش، عقاب شاهی، پلیکان پاخاکستری، دلیجه کوچک، افعی زنجانی، لاک‌پشت مهمیزدار در گروه گونه‌های جانوری آسیب‌پذیر هستند.
کمبود تومه پلنگ ها را به حاشیه روستاهای بزنورد کشاند. محمد خالقی به خبرنگار ایرنا گفت بزنورد فاقد منطقه حفاظت شده است. رسیدگی به حیوانات نیز کمتر است، بنابراین وحوش با مشکل تومه مواجه می شوند. و اضافه کرد گراز از تومه پلنگ در طبیعت است که جمعیت این گونه هم به دلیل شکارهای بی‌رویه و غیر مجاز رو به کاهش است. سرخس بورانی ترین کانون گرد و غبار در خراسان رضوی است. مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت کانون‌های گرد و غبار داخلی در این منطقه عمدتاً مراتع تخریب شده ناشی از چرای بی‌رویه دام و اراضی دیم است که به دلیل کم بارشی در منطقه فاقد پوشش گیاهی مستعد تولید گرد و غبارند و همچنین کانون گرد و غبار تأثیر گذار بر منطقه سرخس صحرای قرقوم در ترکمنستان است. شهرستان سرخس اصلی ترین مرکز پدیده گرد و غبار در استان خراسان رضوی است که کلان شهر مشهد را هم تحت تأثیر قرار داده است. معاون رئیس جمهور لایحه حمایت از محیط‌بانان در دست بررسی است. در خصوص روند اجرایی لایحه حمایت از محیط‌بانان مشکلاتی داریم. وقتی قانون بیمه محیط‌بانی شکل گرفت، نقض قانون وجود داشت و با نشستی که رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران داشت، این موضوع مورد بررسی قرار گرفت. در حال حاضر این لایحه در کمیسیون‌های دولت در حال بررسی است. این گزارشات نقض هدف سوم، کاهش مرگ میرهای بیماری‌های ناشی از آلودگی آب و هوا و خاک، هدف دوم حفظ تنوع ژنتیکی دانه و گیاهان و حیوانات و همچنین نقض هدف پانزدهم، حفاظت، بازیابی و ترویج استفاده از اکوسیستم‌های زمینی با مدیریت پایدار جنگل‌ها، مبارزه با بیابان‌زایی و توقف و از بین بردن تنوع زیستی از سند 23 یونسکو و همچنین نقض اصل 50 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشد که می گوید حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی روبرشدی داشته باشند وظیفه عمومی تلقی می گردد. از این رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران ملازمه پیدا کند ممنوع است. تحلیل گزارشات: دو مورد حمله حیوانات وحشی به محیط‌بانان داشتیم. سه محیط‌بان در درگیری‌ها مجروح شدند. 26 نفر شکارچی غیرمجاز و 4 صیاد ماهی غیرمجاز دستگیر شدند. اعلام جرم سازمان حفاظت محیط زیست بر علیه شهرداری دماوند. پلمپ 3 واحد انبار جمع‌آوری ضایعات در استان اصفهان. معدن مس رفسنجان به خاطر خطرناک بودن پساباش در آستانه تعطیلی است. متاسفانه هر سال 1 میلیون هکتار بیابان جدید داریم که کلن طبق گزارشات 50 میلیون هکتار مراتع در کشور ایجاد شده است. طوفان‌های گرد و غبار از سمت کشور عراق، سوریه و ترکمنستان را داریم. آنفلانزای پرندگان در یزد را داشتیم. هوای ناسالم برای کلان شهر تهران در اثر فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل عمومی را داریم. 56 لاشه کلبز در اثر طاعون رو داشتیم. تصادف خودروهای سواری با حیوانات وحشی رو داشتیم. تغییرات اقلیمی مثل کم آبی تالاب‌های کرمانشاه که باعث کاهش پرندگان مهاجر رو داشتیم. وعده‌های مسئولین جهت احیای دریاچه ارومیه، بختگان، تالاب زریوار مریوان، 3 تالاب کرمانشاه، دریاچه هامون، تالاب شادگان، کم آبی 3 تالاب گنبد کاووس رو داریم. تجمع کارکنان سازمان محیط زیست رو داشتیم. پسماندهای دارویی در استان همدان، بلا تکلیفی طولیوز 6 ماهه پیروز در پردیسان رو داریم. ایجاد گاز متان در محدوده دفن زباله ها رو داریم. قانون هوای پاک، ایجاد پتروشیمی در تالاب شادگان رو داریم. ایجاد سدهای بدون مطالعه که باعث مشکلات زیست محیطی و خشک شدن رودخانه ها و تالاب ها و دریاچه ها رو شدن داریم که در بعضی مناطق موجب نابودی حیات وحش هم شدن. آزار و اذیت حیات وحش در یک برنامه تلویزیونی به نام خودمونی رو داشتیم.
کشف و ضبط 25 قبضه اسلحه شکاری در بابل رو داشتیم، ایجاد سد قزلوزن که باعث خوش شدن رودخانه های 5 استان همجوار داره میشه، نابودی منابع آبی شیرکوه یزد در اثر احداث معادن دره شیرکوه یزد رو داریم، تولید سالانه 8 میلیون تن پلاستیک که وارد دریاها میشن که باعث از بین رفتن حدود 1 میلیون پرنده دریایی و 100 هزار پستاندار دریایی میشه. متاسفانه ایرانی ها سالیانه 20 میلیون تن زباله که 3 برابر استاندارد جهانی هستش تولید میکنن. خلاصه این که فقط 20% از اهداف برنامه ششم توسعه در حوزه محیط زیست رو داشتیم که علتش تأمین نشدن منابع ارضی ذکر شده. البته جهت اطلاع که حالا همه هم اطلاع داریم، عرض کنم که ارض برای سوریه و لبنان و یمن و جاهای دیگه هست، ولی برای محیط زیست ایران نیست. ممنونم از این که به صحبت های من گوش دادین. من مایک راه میکنم، اگر که کسی سوالی چیز داشته باشه در خدمت. با سپاس از جناب آقای جعفری. اگر در خصوص موارد گزارش موارد نقص سوالی یا نظری دارید، ما رو در اختیارتون بذارم. دعوت میکنم از آقای قندیل دادخواه بررسی و تحلیل کنوانسیون تجارت بین المللی گونه های جانوری و گیاهی در معرض خطر و مقایسه با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. آقای داد، اگر که دسترس رو بالا کنید مایک رو براتون آزاد کنید. بفرمایید. خواهش میکنم. سلام دارم خدمت شما و همچنین دوستان عزیز. بررسی و تحلیل کنوانسیون بین‌المللی گونه های جانوری و گیاهی در معرض خطر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. بشر به نحوی دریافت است که صرفاً الگوی توسعه بر مبنای سود و صرفه اقتصادی در واقع یک الگوی رفاه کاذب است. این الگوی کاذب صرفاً با نگاه به توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی الگویی توأم با ریخت و پاش منابع و اتلاف و نابودی میراث مشترک طبیعی بشریت است. الگویی که به طور قطع نمیتواند انسان متمدن و مترقی امروز را به سعادت رهنمون کند. اولین کنفرانس سازمان ملل درباره انسان و محیط زیست در استکهلم سال 1972 در واقع انعکاس همین ایمان و اعتقاد جهانی میباشد و پس از آن نیز اتحادیه‌ها، انجمن‌ها و سازمان‌های بین‌المللی دولتی و غیر دولتی زیست محیطی تلیه‌داران این جنبش و حرکت بودند. همه ساله حدوداً صدها گونه از انواع حیوانات و گیاهان در دنیا محو و نابود می‌شوند که این مقدار از نظر اکولوژیکی رقمی کمتر از سطح واقعی را هم نشان می‌دهد. در سال‌های اخیر اجلاس‌ها و کنفرانس‌های مهم و متعددی در جهان برگزار گردیدن که منجر به شناخت و تصمیم گیری در راه مقابله با عمده ترین مسائل زیست محیطی شده است و کنوانسیون تجارت بین المللی گونه های جانوری و گیاهی وحشی در معرض خطر انقراض معروف به CITES از موافقت نامه های زیست محیطی بین المللی است که با هدف حمایت از گونه های در معرض خطر انقراض در مقابل تجارت بی‌رویه جهانی تدوین یافت و در حال حاضر یکی از مؤثرترین معاهدات زیست محیطی برای حمایت از این گونه ها در سطح جهان است. کنوانسیون بین المللی تجارت گونه های جانوری و گیاهی وحشی در حال انقراض یا CITES به انگلیسی CITES یا کنوانسیون واشنگتن یک معاهده چند جانبه برای حفاظت از جانوران و گیاهان در معرض خطر است. این معاهده در نتیجه تصمیمی که در سال 1963 در گرد همایی اعضای اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت گرفته شد، پیشنویس شد معاهده در سال 1973 به امضا گذاشته شد و 1 ژوئیه 1975 به مرحله اجرا درآمد. کنوانسیون CITES
یک معاهده بین‌المللی الزام آور و اجرایی با ماهیت زیست‌محیطی است که مکانیزم مناسب به فرد خود به منظور حفاظت و حمایت گونه‌های جانوری و گیاهی در منطقه خطر انقراض از طریق کنترل تجارت فرامرزی آنها پیریزی شده است. عضویت بیش از 165 کشور جهان که کشور ایران هم یکی از این اعضا می باشد روشن‌ترین دلیل بر توجه روسافزون کشورهای جهان و حساسیت جهانی به حضور در کنوانسیون است. تا شاید از این طریق بتوانند با بهره گیری بهتر از همکاری‌های بین‌المللی در زمینه حیات وحش این سرمایه‌ها و میراث طبیعی جهان را در برابر خطر تجارت بی‌رویه به نوع مؤثرتری محافظت نمایند. به علاوه سی‌آی‌تست در راستای حفظ تنوع زیستی و محافظت از محیط زیست طبیعی نیز گام برمی‌دارد. محیط زیستی که همچون صلح جهانی تهدید آن در هر گوشه از جهان می تواند تهدید جدی علیه تمام بشریت باشد. مشخصه ممتاز این است که در حال حاضر سی‌آی‌تست جامع ترین کنوانسیون در زمینه حفظ گونه های ارزشمند و ایجاد محدودیت در بهره برداری و تجارت آنها در سطح جهان می باشد. با اعتقاد بر این که حیوانات و گیاهان وحشی با گونه های متنوع و زیبای خود جزء غیر قابل جانشین از محیط طبیعی کره زمین را تشکیل می دهند و بایستی برای نسل حاضر و نسل های آینده حفظ و نگهداری شوند و نیز با آگاهی به ارزش روزافزون آنها از جنبه زیبایی علمی، فرهنگی، هنری، تفریحی و اقتصادی با شناخت آن که افراد و دولت ها بایستی بهترین محافظان گیاهان و جانوران وحشی خود باشند هدف سی‌آی‌تست تعریف شده است. البته هدف سی‌آی‌تست صرفاً حفاظت از کلیه گونه های حیات وحش نبوده بلکه بیشتر بر کنترل تجارت بین‌المللی و روی گونه های در معرض خطر انقراض تأکید دارد. سی‌آی‌تست در راستای قانون من نمودن تجارت بین‌المللی گونه های جانوری و گیاهی وحشی مبتنی بر یک نظام کنترل کننده و در برگیرنده سیستمی برای صدور مجوز ها و یا تاییده ها می باشد. هر کشور عضو کنوانسیون می بایست یک یا چند مقام صلاحیت دار را به عنوان مسئول صدور این گواهینامه ها و پروانه ها مشخص نماید، یعنی یک مقام اداری، و نیز از مشورت یک یا چند مقام علمی ذی‌صلاح استفاده نماید که این شیوه منظر به ایجاد یک نظارت مستمر و ارتباط منطقی بین مقامات مسئول و دبیرخانه کنوانسیون برای جلوگیری از تجارت گونه های در معرض خطر و همچنین قانونمند نمودن تجارت سایر گونه ها گشته است. در فهرست کنوانسیون سی‌آی‌تست سه زمینه به کار گرفته شده که گونه های جانوری و گیاهی را بر اساس درجه مخاطرآمیز بودن وضعیتشان و همچنین نقش کنترل تجارت جهانی در کاهش خطرات احتمالی طبقه بندی می نماید که در ادامه به مفاد هر گزامه هم اشاره می کنیم. زمینه یک در بردارنده گونه های گیاهی و جانوری است که نسل آنها در معرض خطر نابودی قرار دارند و این گونه ها در سطح جهان در وضعیت می باشند که هر گونه حمل و نقل و تجارت بین المللی آنها باید از قواعد و تشکیفات شدید و بسیار سختی تبعیت کنند. تجارت این گونه ها تابع اصل ممنوعیت بوده و صرفاً در موارد استثنایی مجاز شناخته می شود. تا از این طریق بقای آنها بیش از پیش به خطر نیفتد. زمینه دو مشتمل بر لیست گونه هایی است که در حال حاضر در خطر انقراض نسل نمی باشند. لکن سرانس تجارت نمونه های این گونه ها تحت قواعد و ضوابط خاص قرار نگیرد و بهره برداری از آنها به نحو متعادل و بر اساس مطالعات و ملاحظات علمی نباشد، این احتمال وجود دارد که نسل آنها در معرض انقراض قرار گیرد. به علاوه زمینه دو شامل نام گونه هایی است که اگرچه در وضعیت گونه های قبلی نیستند لکن بهره برداری و تجارت آنها باید تحت قواعد و ضوابط خاص قرار گیرد تا منظر به تجارت مقبول گردد. زمینه سه در برگیرنده نام گونه هایی است که در سطح بین المللی در خطر انقراض یا تهدید نسل نیستند لکن با این حال ممکن است در قلمرو ملی یک یا چند کشور عضو برای یکی از شرایط مذکور باشند که با همکاری سایر کشورهای عضو را برای معدود نمودن
باید جلوگیری از شکار و استفاده از آنها را می‌طلبد. در همین راستا به هر دولت متعهد این حق داده شده است تا در چنین وضعیتی در حیطه و محدوده صلاحیت قانونی خود نام گناه‌های مورد نظر خود را در زمینه سه درز نماید. و اما اجرای کنونسیون سیایتس در ایران، کشور ایران را میتوانه که از بنیانگذاران این کنونسیون به شمار آورد که جز نخستین گروه یعنی حدود 24 کشور اولیه از کشورهایی بوده است که در سال 1973 اسناد کنونسیون را امضا کرد. متن کنونسیون در 12 مرداد 1355 برابر با 3 اوت سال 1976 به تصویب قوه مقننه ایران رسید و در اول نوامبر سال 1976 برابر با 10 آبان سال 1355 مقررات کنونسیون در مورد ایران لازم اجرا گردید. در ایران سازمان حفاظت محیط زیست که بخش‌های مربوط به حفاظت از حیات وحش و امور شکار و صید را تحت کنترل خود دارد، از زمان عضویت ایران در کنونسیون سیایتس با عنوان مرجع ملی تعیین شده و در حقیقت ارتباط لازم را با کنونسیون یعنی دبیرخانه و دولت‌های عضو برقرار و محفوظ داشته است. سایر سازمان‌ها و مؤسسات زیرآب در حفظ گونه‌ها اعم از گیاهی یا زناوری، نظیر سازمان مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع و مؤسسه تحقیقاتی بین‌المللی، ماهیان خاویاری نیز از مقامات و همکاران علمی سیایتس محسوب می‌شوند. از سازمان‌های اجرایی همکار نیز می‌توان گمرک ایران را نام برد که مسئولیت نظارت بر معموله‌های تحت شمول مقررات کنونسیون سیایتس را در مرزهای کشور بر عهده دارد. سازمان شیلات ایران نیز مسئولیت اجرایی و نظارت بر صید و مبادلات گونه‌های دریایی را در حوزه خلیج فارس و دریای خزر عهده‌دار می‌باشد. موارد مهمی که در ارتباط با کنونسیون سیایتس قابل بحث می‌باشد، جمعیت یوز پلنگ و گورخر ایرانی است که با کاهش شدید جمعیت مواجه شده. هرچند که کاملا به علت صادرات وزارت آنها نبوده و بلکه بیشتر به علت مدیریت غلط کشور در این زمینه و عدم رسیدگی مسئولان به این قضیه مهم و تخلفات داخلی می باشد که منجر به تخریب زیستگاه‌ها و در نهایت نابودی نسل این موجودات ارزشمند گردیده است. یوز پلنگ گربه‌سان ارزشمند اما در خطر انقراض است. امروزه یوز پلنگ آسیایی تنها در ایران زیست می کند. از این رو به این یوز پلنگ ایران گفته می شود. شرایط خوبی ندارد و خطر انقراض آن را تهدید می کند. اعتقاد کارشناسان باید دست زنبان و شیب انقراض را کم کرد. در غیر این صورت این حیوان زیبا تا برای همیشه از دست خواهیم داد. حفاظت از گونه هایی که در خطر انقراض می تواند به بقای یک موجود زنده کمک کند، زیرا زمانی که یک گونه گیاهی و جانوری به طور کامل نابود شود دیگر هیچ راهی برای برگشت وجود ندارد. از دست دادن حتی یک گونه از گیاهان و زناوران می تواند تأثیرات فاضح باری بر اکوسیستم بگذارد. متاسفانه توی قانون اساسی ایران اهمیت زیادی به محیط زیست داده نشده است و بارزترین اصلی که در این زمینه می تواند بهش اشاره کرد اصل 15 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که مقرر می دارد در جمهوری اسلامی حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی روبروشی داشته باشند وظیفه عمومی تلقی می گردد. از این رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن و لازمه پیدا کند ممنوع است. ولی متاسفانه مسئولان جمهوری اسلامی حتی این یک اصل را هم به درستی اجرا نمی کنند. و اما یکی از اهداف سند یونسکو در این خصوص هدف 15 سنه 23 یونسکو است که حفاظت، بازیابی و ترویج استفاده پایدار از اکوسیستم های زمینی، مدیریت پایدار جنگل ها، مبارزه با بیابان زایی، متوقف و معکوس نمودن فرسایش زمین و توقف از بین بردن تنوع زیست محیط را شامل می شود. در نهایت باید به خودمان برگردیم و یادمان باشد حیات وحش حیوان خانگی نیست تا جای ممکن از خرید و نگهداری آنها در منزل بپرهیزیم. عدم خریداری حیات وحش به معنای کاهش تقاضا برای آنها، کاهش نیاز به عرضه آنها و در نهایت کاهش نیاز به برداشت آنها از طبیعت است. بیشک حیات وحش در طبیعت آرامتر، سالمتر و زیباتر هستند. آرامش را از این موجودات دوست داشتنی سلب نکنید.
خیلی متشکرم که مایک را در اختیار بنده قرار دادید و همچنین به صحبت‌های بنده گوش دادید. سپاس از شما، ممنونم به خاطر سخنرانی و اطلاعات خیلی خوبتون. برای متاسفانه در ایران هم به خاطر سوء مدیریت، هم به خاطر شرایط نامناسب محیط زیست و بی‌توجهی و بدرفتاری که ما خود انسان‌ها داریم، باعث شده که گونه‌های جانوری و گونه‌های مختلف گیاهی رفته رفته از بین برن و نسلشون منقرض بشه. یه سوال دوستان اینجا پیش میاد، من خواستم بپرسم که از دوستان اگر که میتونن مشارکت کنن، در واقع گونه های جانوری که چطور میشه یه گونه جانوری به حالت انقراض در میاد، اگر دوستان کسی میتونه مشارکت کنه و جواب بده ممنون میشه. یا اینکه عواملی که موثر هست بر گونه هایی که در معرض انقراض هستن خصوصا در ایران. خب من کسی اینو نمیده عوامل خواهش میکنم بفرمایید آقای دادفاده مایک براتون آزاد. خواهش، صدای بنده رو دارید؟ اگه ما در نظر بگیریم همین یوز پلنگ ایرانی رو، خب ببین یکی از دلایل انقراض این یوز پلنگ اینه که اولا شکار زیاد میشه، شکار بی‌رویه میشه، یعنی شاید بودیم که چند سال قبل بود که حالا خاصه یا ناخواسته یک کشاورز چند تا یوز پلنگ رو از بین برد و شاید بیشترین دلیلش اینه که حیوانات که در حال انقراض اینن که زیستگاه‌های اینا رو ما داریم از بین میبریم. یکی از واقعا بزرگترین علتش همینه و همین یوز پلنگ هم ما زیستگاهش رو از بین بردیم توسط مخصوصا زاده‌سازی‌ها و تخریب، ما در نظر بگیریم تخریب جنگل‌ها و زاده‌سازی‌ها بیشترین واقعا بزرگترین دلیل بوده که حیوانات رو ما داریم از بین میبریم و این حیوانات مجبورن هی دامنه حیاتشون کوچیک‌تر بشه در نهایت منظر به این میشه که نسلشون از بین بره. متشکرم. ممنون از شما. بله همینطور که میگین کارشناسان محیط زیست یه سری از عوامل رو بررسی میکنن و زیست در واقع گونه‌های جانوری و گیاهی رو مورد بررسی قرار میدن و وقتی که اونها یعنی در یه لیستی قرار میدن که باعث میشه که یعنی اونها در واقع رشدشون کم هستش، به خاطر همین اونها رو در این لیست قرار میدن که جزو موارد انقراضی به حساب میاد و عواملی هم که خیلی موثره بیشتر هم مثلا برای گونه های جانوری شکار بی‌رویه هستش و همونطور که شما فرمودید زیستگاه هایی که دستخوش تغییرات میشه و یا اینکه همون تصادفات جاده ای هست، یه وقتی شویه یه سری بیماری ها هستش که متاسفانه کنترل نمیشه و باعث میشه که این نسل بعضی از گونه های جانوری رو به انقراض بره. همینطور یه سری پروژه هایی هستش که غیر قانونیه و اونا هم به محیط زیست آسیب میزنه به گونه های جانوری. موارد خیلی زیادی اساس خشکسالی، تغییرات آب هوا و کلن اینا همه پایه‌ای از اونجایی نشأت میگیره که سوء مدیریت در کشور ایران وجود داره. وقتی مدیریت خیلی قوی باشه و برنامه ریزی شده باشه میتونه تمام این عوامل رو تحت تاثیر خودش قرار بده و بتونه که جلوگیری کنه از این انقراض گونه های حیوانی یا جانوری و یا گیاهی. من مایک رو میدم به آقای جعفری. بفرمایید آقای جعفری، ما در اختیار شماست. در تکمیل صحبت های شما و آقای دادها
دو تا مورد هست که به نظر من خیلی مهم هستن، یکی عدم آگاهی هست و یکی هم عدم آموزش در رسانه های گروهی. عدم آگاهی یعنی اینکه مردم خیلی شاید اطلاعی راجع به این نداشته باشن که فرض مثلا این پلنگ یا یوز پلنگ یا هر به اصطلاح موجود زنده‌ای چه اهمیتی برای حیات وحش داره، چه اهمیتی برای به اصطلاح جامعه داره، و به خاطر این عدم آگاهی بعضی وقتا در جاهایی مثلا روستاهایی که باغاتی دارن که این باغاتشون یا به هر حال مزارعشون تحت تأثیر این حیوانات قرار میگیرن و باعث این میشن که اون به اصطلاح باغ یا به چیزی که دارن تخریب بشه یا گوسفند و به اصطلاح چیزایی که دارن از بین برن. اینه که گاهن به صورت ناخواسته یا عدم آگاهی از ترس این که به هر حال اون حیوان یه صدمه مالی به اصطلاح جانی بهشون میزنه باعث میشن که اینو از بین ببرن. یه موردی که من خودم بارها متاسفانه دیدم و یکی هم عدم آموزش هست که به نظر من یه مسئله هست که باید به صورت کلن تو رادیو تلویزیون و رسانه های گروهی گفته بشه، آموزش داده بشه، مدام به اصطلاح تکرار بشه، گفته بشه که یک ملکه ذهنی بشه برای مردم. حالا نه فقط در همین زمینه، در تمام زمینه های زیست محیطی باید این کار انجام بشه که مردم بدونن به اصطلاح محیط زیست که دارن ازش استفاده میکنن، گیاهانش، حیواناتش، اینا چه سود و منفعتی برایشون داره و به خاطر همین سعی بکنن که خودشون ازش حفاظت بکنن. چون اگه این قضیه آگاهی مردم بالا بره، خود مردم میتونن ازش حفاظت بکنن و باعث بشن که باعث جلوگیری از انقراضشون بشن. ممنونم. ممنون از شما. ولی همطور که فرمودید، یکی از در واقع بهترین راه‌ها محافظت از مکان‌های زندگی موجودات هست. یعنی این دیگه آخرین راهی که ما همه جوره از مکان‌های زندگی این گونه‌ها حفاظت کنیم. این حفاظت حالا خودش شامل بخش‌های مختلف میشه. حالا میتونیم شکار نکنیم، از پوست حیوانات استفاده نکنیم، یا اینکه زیستگاهشون رو خراب نکنیم، شهرسازی نشه و و و خیلی از مسائل دیگه که به نظر من چیزی رو که یعنی پایه‌ای و خیلی اهمیتی داره که حریم زندگی اون رو با هم به رسمیت بشناسیم. ممنون از همه عزیزان. اگر که سوالی ندارید در خصوص، صحبتی ندارید، من دعوت کنم از آقای سپهر رضایی شایان در خصوص ریزگردهای استان خوزستان. میشنویم شما را آقای شایان، بفرمایید، باید در اختیار شماست. عجیل های عزیز، من باز کردم خودم مایکتون رو. آقای شایان صدای ما رو دارید؟ بله، سپاس از شما خانم آقا بگیم. من بحران ریزگرد های استان خوزستان. بحران ریزگرد های استان خوزستان یک بحران زیست محیطی است که در استان خوزستان وجود دارد و در حال حاضر کانون اصلی تولید این ریزگرد هایی هستند که از کشورهای همسایه از جمله عراق وارد خاک ایران می شوند که شرایط را تشدید کردند. بخش های جنوبی تالاب هورالعظیم در ایران و نابودی تالاب های بین النهرین در عراق کانون اصلی تولید این ریزگردها هستند. گرد و غبارها و ریزگردها در طی چند سال اخیر در ایران افزایش یافتند که علت آن خشک شدن تالاب های ایران و عراق است. با انتقال آب و خشک شدن بیش از 2 میلیون هکتار از تالاب های عراق و بیش از 40% تالاب های خوزستان، این تالاب ها تبدیل به کانون ریزگرد ها شده و یکی از راه ها برای حل این مضر احیای تالاب هاست.
مقابله با ریزگردها راهکاری کوتاه مدت ندارد و نیازمند راه حلی چندین ساله است. تاریخچه آن به صورت زیر است. ریزگردها به صورت موردی از سال 1382 خورشیدی در اهواز دیده شده و از سال 1384 به صورت جدی افزایش پیدا کرده و اوج آن بین سال 87 تا 89 خورشیدی بود. در کشور عراق 2.5 میلیون هکتار مساحت تالابی وجود دارد که تا سال 1379 خورشیدی و پس از جنگ خلیج فارس چیزی در حدود 1.5 تا 2 میلیون هکتار از این تالاب‌ها خشک یا کاربرد تالابی آن از دست رفت. سازمان ملل در همان سال دو موضوع را به عنوان بزرگترین فاجعه زیست محیط جهان معرفی کرد که یکی از آنها خشکی تالاب‌های بین‌النهرین بود. در سال 1386 خورشیدی خشکسالی به اوج خود رسید و سبب خشکی بخش عمده‌ای از تالاب‌های شادگان و حورالعظیم شد. مسئولان محیط زیست و کارشناسان این حوزه منشأ اصلی این بحران را خشک شدن بخش بزرگی از تالاب حورالعظیم می‌دانند. دو سوم این تالاب در کشور عراق و یک سوم آن در ایران واقع است. علاوه بر تغییرات آب و هوایی منطقه، عوامل دیگری نیز به خشک شدن بخش بزرگی از این تالاب‌ها انجام می‌دهد. در عراق تخلیه بخش‌هایی از باتلاق در سال 1950 میلادی آغاز شد و تا سال 1970 برای گرفتن زمین برای کشاورزی و اکتشافات نفت ادامه داشت. با این حال در اواخر سال 1980 و 1990 در دوران ریاست جمهوری صدام حسین این کار گسترش یافت و به اخراج مسلمانان شیعه از تالاب انجامید. چرا که او تصور می‌کرد گروه‌های مصلحی در این مکان زندگی می‌کنند. در سال 2003 سقوط صدام باعث شد که آب دوباره به این منطقه باز شود. بیش از 90% این تالاب خشک شده بود. همچنین برخی کارشناسان محیط زیست علت خشک شدن بخشی از این تالاب را حفاری‌های وزارت نفت ایران می‌دانند. معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست نیز منشأ بخشی از این ریزگردها را سرزمین‌های عراق معرفی کرد. این در حالی است که سازمان هواشناسی ایران با تجزیه و تحلیل داده‌های دیدبانی منطقه منشأ گرد و خاک را داخلی منشأ گرد و خاک را دلیل اصلی آن دانسته و مکان خیزش گرد و خاک را بخش‌های جنوبی استان خوزستان معرفی کردند. در این گزارش آمده است همان گونه که نقش‌های تابایی نشان می‌دهد گرد و خاک تولید شده در سطح زمین در حد و واصل بین هسته تابایی مثبت و منفی جابجا می‌شود، این مطلب مؤید این است که منشأ گرد و خاک نمی‌تواند از عراق باشد. در بهمن ماه 1396 خورشیدی رئیس سازمان هواشناسی استان خوزستان گفت کانون 65 تا 70 درصد از گرد و خاک استان خوزستان در خارج از سرزمین ایران و کانون حدود 30 درصد دیگر در داخل سرزمین ایران است. وی افزود گرد و خاک ناشی از کانون‌های داخلی به سرعت به ما می‌رسد و غلظت بیشتری دارد، ولی چون گرد و خاک‌ها با منشأ داخلی عمدتاً از ذرات درشت تشکیل شده است، این نوع از گرد و خاک ماندگاری کمتری دارد. راهکار مهار آن، طرح‌ها و اقدامات دولت ایران در مهار ریزگردها چندان موفقیت‌آمیز نبوده. در سال 1399 18 نماینده استان خوزستان در مجلس شورای اسلامی در اعتراض به کمبود بودجه برای مهار ریزگردها استفاده دادند. راهکار مقابله با ریزگردهای خوزستان جلوگیری از انتقال آب سرشاخه رودهای خوزستان و جلوگیری از سدسازی افراطی است، نه مالچ پاشی، ماست پاشی که اصلاً کانون ریزگردها نیستند. این بحران باعث شده از شهر اهواز، مرکز این استان، از سوی سازمان بهداشت جهانی به عنوان یکی از آلوده‌ترین شهرهای جهان شناخته شود که باعث مشکلات تنفسی ساکنان این شهر شده است. احتمال آلوده بودن این ریزگردها به مواد رادیواکتیو نگرانی‌های گسترده‌ای دارد در مورد تأثیر این پدیده بر سلامت شهروندان به وجود آورده است. سالانه حدود 22,000 نفر در استان خوزستان به دلیل مشکلات ناشی از آلودگی هوا و ریزگردها به بیمارستان و مراکز درمانی مراجعه می‌کنند. در آبان 1394 در پی بارش باران اسیدی در این استان برای صدها نفر مشکلات تنفسی پیش آمد که آنان را به بیمارستان کشانده و به بستری شدن بیش از 100 نفر منجر شد. در برخی
از روزهای سال میزان گرد و غبار در آبادان 225، اندیمش 127، سوسنگر 767، امیدیه 654، بهبهان 589، شوش 460 میکروگرم بر متر مکعب گزارش شده است. این در حالی است که میزان آلایندگی استان 150 تا 250 میکروگرم بر متر مکعب بود. شدت ریزگردها در اهواز به اندازه ای است که از نهایت قدرت سنجش آنالیز آن سازمان محیط زیست ایران بیشتر پیامدهای آن را ناشی از تعطیلی مدارس، تعطیلی ادارات، قطعی برق، قطع آب و اختلال در تنفس اشاره کرد که مردم خوزستان با ریزگردها تجربه کردند. همچنین انواع بیماری‌های آلرژی و حساسیت‌های تنفسی که باعث بروز عطسه، سردرد و آبریزش می‌شود. با قطع آب و برق خوزستان به حالت نیمه تعطیل در می‌آیند. از نخستین ساعات بامداد شنبه 23 بهمن 1400 خورشیدی آب و برق در اغلب شهرهای بزرگ استان خوزستان قطع شد و مراکز آموزشی و اداره‌ها تعطیل شدند. گرد و غبار شدید و رطوبت زیاد علت این وضعیت اعلام شد. در پی آن جمعی از مردم اهواز در اعتراض به شرایط سخت و روزهای بحرانی اخیر خوزستان تجمع کردند. در این تجمع مردم با بیانیه و شعارهایی در دست داشتن و پلاکاردهای اعتراض خود را به وضعیت قطعی آب و برق، نبود مدیریت مناسب در شرایط آلودگی هوا و شرایط بحرانی استان خوزستان و عملکرد ضعیف رئیس سازمان محیط زیست اشاره کردند. اینقدر ضعیف عمل شد که حتی نتوانستند پیش بینی کنند که چرا شرایط به گونه‌ای بهتر نمی شود. با وجود اینکه بیش از 10 سال از شروع این پدیده می گذرد، مردم هنوز با آن دست و پنجه نرم می کنند و مانند همین امروز که پیش بینی می شود بارندگی به مراتب بسیار کمتر در این استان خواهد بود. استان خوزستان با دارا بودن بیش از 125 هزار هکتار اراضی بیابانی بر حسب تقسیم بندی اقلیمی در شمار مناطق گرم و خشک کشور می باشد و در سالهای اخیر تحت تأثیر طوفان‌های شدید قرار گرفته است. زیان‌های اقتصادی زیادی را به این استان وارد کرده. پدیده بیابانزایی استان ناشی از دو عامل طبیعی و انسانی است. عوامل نوسانات اقلیمی از یک سو و همجواری با کشورهای عراق و عربستان و کویت از طرف دیگر تشدید این پدیده را موجب شده است. در آخر دوست دارم یک مقایسه انجام بدم بین مدیریت بحران استان خوزستان قبل از انقلاب 57 که اینجور که دوستان و همکاران میدونن شاه ایران اون موقع این پدیده چون بود تمام قیرپاشی ها را انجام میداد که جلوگیری بکنه از این نوع بیماری ها و این اتهام به ایشون بود که منابع ملی کشور از این طریق نابود میشه و استان رو به خطر میره. ممنون میشم اگر دوستان و همکاران نظر دیگه‌ای دارن به اشتراک بذارن. دستتون درد نکنه. سپاس از جناب آقای شایان، ممنونم از انتخاب خوبتون. دوستان اگر که در این خصوص نظری دارید میشنویم شما رو. بفرمایید آقای خدا بنده. درسته؟ درسته؟ بله بفرمایید، ما در اختیار شما هستیم. مایکتون بازه آقای خدا، مایکتون بازه، بفرمایید. سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان و وقتی که بنده دادید. همونطور که آقای شاهنان فرمودن ریزگرده عاملش بیشتر الان منطقه خوزستان انسانیه. قسمتیش زمان جنگ بود که بعضی از مناطق تغییر دادن، مناطق خشکا آب بستن که به صورت باتلاق درش بیارن برای جنگ و یه مقدارش خشک کردن که بتونن تردد کنن و بعد از جنگ هم خب همونطور موند و دست بهش نزدن و به حالت اول برنگردوندن. عامل دیگه‌اش هم شرکت حفاری نفت، شرکت ملی حفاری، که اکثر جاها یا با جاده بزنه یا مناطق یا با تلاخه را خوش کنه که بتونه حفاری بکنه و مدتی هم
یه بررسی هم کردن که حتی توی باتلاق بیان حفاری کنن، دیدن هزینه بره. بیشتر زمانه آقای احمدی نژاد بود که این طرح رو گذاشتن کنار و شروع کردن با خشک کردن تا بتونن راحت‌تر حفاری کنن، هزینه نره بالاتر. این عامل ها باعث شده. بعد یک مشکل اساسی هم که ما داریم، اکثر بات‌های غالب توی ایران غرب شرق و کشور عراق و کل منطقه خوزستان و عراق تو منطقه غرب شرق حرکت میکنن. یعنی چه توی عراق ریزگردی بلند بشه میاد به سمت ما، پس سمت ما هم میره به سمت اونا، فرقی نمیکنه. برای همین این منطقه همیشه درگیر ریزگرده هستن که بعضی وقتا تا مرکز کشور هم ریزگردان میان اگر تداوم باد باشه و ریزگرد ها زیادتر باشه. خیلی ممنون. سپاس از شما. جنوبای با سلام و مجدد. یه موردی هم بود که چند وقت پیش به اصطلاح اتفاق افتاد، اونم آتش سوزی تقریبا تو 20,000 هکتار از تالاب‌های هورالعظیم بود که حالا بیشتر به اصطلاح سمت عراق بود، ولی خب به احتمال زیاد حالا چیزی که به اصطلاح به صورت مخفی مون، دلیلش هم این بود که به خاطر همین به اصطلاح حفاری‌هایی که دوستمون فرمودن می‌خواستن انجام بدن و این قضیه رو به هر حال آتش سوزی دست‌ساز به وجود آوردن که هورالعظیم رو به یه شکلی به اصطلاح خشکش بکنن که بعد بتونن ازش بهره برداری نفتی بکنن. ممنونم. ممنون از آقای جعفری. میخواستم من دوستان میتونی راهکار مقابله با این ریزگرد با چی هسته؟ دوستان کسی میدونه؟ بفرمیدونه چی از مطلع افتیاش دوست. سپاس از شما خانم آقا بیگی. نظر شخصی بنده حقیقتش مانند مدیریت این بحران روزگردا در زمان پهلویه، چون جوری مدیریت شد که این به اون وضع بحرانی نرسیده بود. یعنی اون موقع این مدت بود و اگر با همون به قولی پاشیدن قیر و موادی که اون ابزورب میکنه، جذب میکنه اینا رو و نمیذاره به اون شدت افزایش پیدا کنن و این سطح رو میاره پایین، باعث میشه که این خساراتش و صدماتش به صورت جدی کاهش پیدا کنه. ممنون. ممنون از شما. اگر دوستان کسی نظری دیگه داره. خب یکی دیگر از چیزایی که خیلی مهم هستش به نظر من توقف طرح انتقال آب و سدسازی هستش که این یکی از اصلی‌ترین راه‌های مقابله بحران گرد و غبار مخصوصا در خوزستان عنوان شد. این خیلی مهمه و اینکه بتون و اون که خب همیشه هم هست متأسفانه اون سوء مدیریت هست، همیشه هست و این دخیله و نمیتونه که جلو ببره کار رو و در واقع یه نتیجه مثبتی بگیم که این مسائل رو در جنوب کشور نداشته باشه. دوستان اگر که نظر دیگه ایجاد بفرمایید، اگر که نه میریم سراغ بحث آزادمون در مورد حق محیط زیست ایران. حق محیط زیست که خب دیگه یه چیزیه که حقوق بشر هم حق به محیط زیست رو یک به عنوان یک حق مستقل حقوق بشری دونسته که باید یعنی دولت‌ها اینو به رسمیت بشناسن که متاسفانه دولت جمهوری اسلامی ما خواهیم در مورد کشور خودمون که بخواییم بگیریم نتونست هیچ نقشی رو داشته باشه. یکی از چیزایی رو که خیلی مهمه و هممون اخیراً این چند ساله شاهدش بودیم، ابتدایی ترین حق همون در واقع اکسیژن، هوایی که سالم هست و ما تو کشورمون اصلا نداریم این قضیه رو.
و متاسفانه دولت نتونستن هیچ کاری بکنن، بلکه شرایط رو هر روز بدتر و بدتر کردن. متاسفانه این حق محیط‌زیست است که حق طبیعی و بنیادی و اصولی هست، مردم کشور ما ندارن و متاسفانه می‌بینیم که چه عوارضی رو متاسفانه مردم، کودکان و نوجوانان همیشه درگیرش هستن با بیماری‌های مختلف. این یکی از چیز هست. اگر دوستان دیگه صحبتی دارن در مورد حق محیط‌زیست ایران، خوشحال میشیم که شما بشنوید. جناب آقای جعفری، ما در اختیار شما هستیم. با سلام مجدد. خلاها و کاستی های گوناگونی تو قوانین و مقررات کشور ما متاسفانه وجود داره که باعث شده که ساختار کنونی سازمان حفاظت و محیط زیست ناکارآمد باشه. بسیار از این کاستی ها هم به دلیل خلاهای قانونی هست. خلاهای قانونی هم مربوط به جایگاه و وظایف سازمان محیط زیسته. نبود برنامه‌های جامع توسعه پایدار و عدم نظارت سازمان و عدم مدیریت یکپارچه و کارآمد محیط زیست باعث شده که کلاً حق محیط زیست مورد غفلت قرار بگیره. هدف مدیریت محیط زیست تقویت فرایند توسعه پایدار به نحوی که زمینه حفظ محیط زیست و مناسب برای زندگی راحت و امن و کارآمد باید برای شهروندان ایجاد بکنه، که بخاطر همین به اصطلاح قضیه معمولا این برمیگرده به کیفیت عملکرد مدیران سازمان حفاظت محیط زیست. و یه مسئله خیلی مهمی که وجود داره اینه که اصلا سازمان حفاظت محیط زیست کلن انگار که مأمور یه بخشی از قضایای به اصطلاح محیط زیسته. مثلا اگه بخوایم حساب بکنیم، می‌بینیم که فقط تو حوزه حفاظت از حیات وحشه، یعنی حوزه‌های دیگه مثل جنگل و مراتع و محیط زیست شهری و موارد مثلا دریایی و اینا کلن به جاهای دیگه واگذار شده که یه حالت تیکه پاره ای داره، یعنی اصلا هر قسمتش مربوط مثلا به یه قسمت از دولت میشه، که این متاسفانه باعث این شده. حالا مزید بر این قضیه هم اون مدیریت ناکارآمدی که هست، که متاسفانه مدیریت ها اکثرا مدیریت رانتی هستن یا گروهی هست، که حالا طرف وقتی مثلا حزب نمیدم اصولگرا میاد سر کار، بدون اینکه اصلا نگاه بکنه ببینه که واقعا این مدیر کارآمد هست یا نه، ورش میدارن یکی از اعضای خودشون که به اصطلاح بهش رأی دادن و نمیدم تو مجموعه خودشون بودن این کارا رو به اصطلاح انجام دادن. که حالا چند مورد هست که باید به اصطلاح بهش رسیدگی بشه. توسعه فناوری های سالم تو محیط زیست هست، کنترل کیفیت هست، آموزش های لازم هست، آموزش های تخصصی هست، بازسازی و بسازی محیط زیست هست. اینا راهکارهایی هست که میتونن به اصطلاح کمک بکنن به کارآمد شدن و به اصطلاح کیفیت بهتر محیط زیست. ممنون. سپاس هست آقای جعفری. از خواهیم کانسلر من گرفته. آقای بورمن بفهمید. من دختر شماست. با سلام و ادب خدمت همه همکاران عزیز. من برای صحبت‌های آقای جعفری میخوام یه خود دسته‌بندی کنم کلاً حقوقی که بر محیط زیست محتمل هستش. اینه که ما اول باید در نظر بگیم که محیط زیست مالکیت خصوصی نداره، یعنی محیط زیست مال همه انسان هاست، یعنی ما همه انسان ها مالک محیط زیست هستن و این حق رو دارند که
یه سری حقوقی رو داشته باشن در زمینه محیط زیست. یکی از این حقوق داشتن که باید در واقع سازمان محیط زیست این شرایط رو فراهم کنه که نه به عنوان مالک، به عنوان وکیل مردم که این حقوق برای مردم فراهم کنه. یکی از این حقوق، حقوق دسترسی به اطلاعات هست که خیلی مهمه. ما باید بدونیم در مملکت داره چی میگذره، در محیط زیست ما چه میگذره، اطلاعات شفاف به مردم بدن، یعنی حقی که مردم دارن باید اطلاعات شفافی بگیرن از محیط زیستی که داره در جامعه در کشورمون میگذره. که متاسفانه به دلیل مسائل امنیتی و مسائل سیاسی خب این اطلاعاتی که داده میشه یا غلطه یا خیلی جاها اصلا مسکوت میمونه و به مردم انتقال پیدا نمیکنه. یه مسئله دیگه حق مشارکت در تصمیمات محیط زیسته، یعنی ما گروه ها و انجمن های محیط زیست اصلا اینا هستن که باید تصمیم گیری های اساسی در زمینه محیط زیست رو انجام بدن، کارشناسان محیط زیست، نه اینکه حالا یه آقای یا یه جایی یه دونه وزیری بیاد مثلا تصمیم گیری کنه که ما باید اینجا این کار انجام بدیم یا یه پروژه های صنعتی یا پروژه های عمرانی بیان تصمیم گیری کنن برای اینکه یه کاری و یه دستکاری در محیط زیست انجام بشه. یه مسئله دیگه هم که جناب جعفری هم فرمودند حق آموزش هست، یعنی همه انسان ها در این حق رو دارن که بهشون آموزش داده بشه که چطور باید محیط زیست استفاده کنن و چجوری محیط زیست رو آلوده نکنن و بهش ضرر نرسونن. و یک مسئله که به نظرم از همه اینا مهمتر هستش اینه که از اونجایی که محیط زیست مربوط، یعنی ما همه ماها، تک تک ماها مالکیت محیط زیست در اختیار ماست، مال ماست، یعنی ما این حق رو داریم که از محیط زیست شکایت کنیم. اگه کسی داره محیط زیست رو آلوده میکنه، همونجوری که یه کسی میاد وسایل شخصی ما رو آسیب میزنه و ما این حق رو داریم که بریم شکایت کنیم و به دادگاه شکایت داشته باشیم، این حق هم باید داشته باشن که تمام انسان ها که بتونن به مراجع قضایی مراجعه کنن و بتونن از هر کسی که داره محیط زیست رو آلوده میکنه یا تخریب میکنه، مثل کسی که داره به اموال شخصیش اون فرد آسیب وارد میکنه، بتونه شکایت بکنه. من اینو به این شکل تقسیم بندی کردم که گفتم شاید این مقدار بتونه نگاه ما رو به محیط زیست و حقوق محیط زیست یه مقدار روشن‌تر بکنه. سپاسگزارم. من مایک رو رها. سپاس از شما جناب آقای برومند به خاطر توضیحات کامل جامعتون. جناب آقای شایع مادرش مصطفی. سپاس از شما خانم آقا بیگی عزیز. در مورد موضوع بحث آزاد اون حق محیط زیست ایران باید گفتش که اون افرادی که واقعا هم تجربه و هم تخصص دارن، به نمونه مثال که الان در سکوت خبری زباله‌های اتمی در محیط زیست ایران و کسی هم نمی‌پردازه بهشون اظهار نظر میکنن، متاسفانه تحت پیگرد قانونی یا مشکلات دیگه براشون به وجود میاد، این محیط زیست ما رو نابود میکنه که افراد متخصص و صاحب سبک باید به دور از فیلد اصلیشون باشن و همون مدیریت رانتی که آقای جعفری فرمودن بیان و میدون رو به دست بگیرن. ممنون. سپاس از شما. ممنونم به خاطر اطلاعات خوبی که دادید. دوستان اگر نقطه نظری دارید بفرمایید که در مورد حق محیط زیست. البته انقدر این بحث زیاده، ما میتونیم که در رابطه با محیط زیست آسیب زیادی رسیده. من خودم شخصا این نظر رو دارم که در ابتدا دولت مردا هستن که نتونستن مدیریت خوب داشته باشن. حالا به غیر از اون که نتونستن مدیریت داشته باشن، سوء مدیریت دارن و یه سری از کارها رو نتونستن در رابطه با احیای محیط زیست انجام بدن، بلکه آسیب هم زدن. خب مثلا ما میبینیم که ماسه‌خواری انجام میشه، قاچاق میشه اصلا، یعنی محیط زیست ما رو دارن از بین میبرن. دریای خزر، ساحلش، هر قسمتش رو که نگاه میکنی به یک شکلی داره آسیب میبینه. ولی خب ما اومدیم حالا یکم پایه‌ترش رو که نگاه میکنیم تو کشورمون، همین هوای سالم که کودکان دارن استفاده میکنن، تمام انسان‌ها، و من میگم کودکان به خاطر اینکه متاسفانه قشر آسیب پذیره. یکی از اینو عنوان کنم اینجا، یکی از دوستامون که دکترای در واقع متخصص کودکان بود متاسفانه میگفت کودکان سرطانی تو ایران خیلی زیادن، مخصوصا تو تهران. فقط هم علتش به خاطر
آلودگی هواست، به خاطر سرمی که توی هواست و این سونامی که میگفتن حقیقت داره و این یعنی واقعا فاجعه، یعنی اصلا حیات وجود نداره. حالا این کوچکترینشه، وای به حال اولا اون اتفاقا، قاچاق چوب، قاچاق ماسه و تمام اون چیزایی رو که تو محیط زیست میان و حالا یه بخشش رو واگذار میکنن به کشورهای دیگه، همش در معرض از دست دادن محیط زیست هست. جناب آقای دادخواه، ما در اختیار شما هستیم. آقای خدابنده هستم. سلام مجدد. بحثی هم هست که محیط زیست ایران خیلی صدمه دیده، خب بحثای ضعف مدیریت که هستش، ولی یه بحثی هم که هست بحث اقتصادی. خیلی از در چند سال اخیر به خصوص که وضعیت اقتصادی جامعه خراب شد، کشاورزا روی آوردن به مسئله بی‌رویه آب برای برداشت محصول بهتر و گرونتر، زمین ها را جنگل ها را تخریب کردن یا حالا به عنوان زمین کشاورزی استفاده کنن یا به عنوان زمین مسکونی بفروشن. اینها خب مدیریت هم روش نشد، چون دولت هم مشکلات مالی اقتصادی داشت، یکم دستبال مردم آزادتر گذاشت به قول معروف که بتونن یه سری از هزینه هاشون اونجا بتونن درآورن و خود مردم هم رعایت نکردن متاسفانه. لا هم بیشتر در خیلی از مناطق حالا آب و بیرند استفاده کردن، در خیلی از مناطق جنگل ها را بود کردن. یک مسئله اساسی اینه خود مردم رعایت نمی کنن. و یک مسئله دیگه هم که داره ما تو مناطقی که نفت خیزن، حالا بیشتر از هم تأثیری که گاز هست، به خاطر هزینه های خیلی بالا نمیان گاز را کامل پالایش کنن. قسمت اعظمی از گاز که دیگه نمیتونن استفاده کنن میفرستن رو حالا مشعل که به نام فلره و اونجا میسوزوندش. خودش آلودگی بسیار بالایی داره، حالا چندین سال اصلی آلودگی خیلی بدی داره. مردم تو مناطق اصلی که در حاشیه چی بودن، خلیج فارس بودن، دولت بهشون فشار رو که تخلیه کنن برن در شهرک‌های جدید، خود مردم دوباره اونجا متاسفانه رعایت نکردن، اومدن همون مناطق ایستادن چندین ساله. الان به جای رسیده که طی این 10 سال 15 سال گذشته خیلی از اون مناطق مردم آسیبای زیادی دیدن، به خصوص روی مردان اثر گذاشته و شروع کردن عقیم شدن. اون مناطق همه عرب نشینن، قبلا هر کس 7 تا 8 تا بچه داشته، الان هر کدوم ببینید به زوری بچه دارن، واقعا تاثیر گذاشته روشون. و به نظر من یکیش خود مردم تاثیر زیادی داشته در این سالهای اخیر، خود مردم هم رعایت نکردن، حالا یا به دلایل که ناگاه بودن، آگاهی کامل نداشتن، یا مقدارش هم به خاطر مسائل اقتصادی بوده که از این روش سوء استفاده کردن در اون آن واحد، یعنی در اون سال در اون لحظه استفاده کردن، ولی فکر 10 سال آینده را نکردن که چه اتفاقی میفته. ممنون از شما. منم علاوه با نظر شما موافقم، بخش آگاه سازی برای مردم و آموزش خیلی خیلی مهمه، ولی به نظر من شخصا این یه بخش خیلی کوچیکه، شاید با یه آموزش یه آگاه سازی مردم این رو بدونن. ولی ما تو کشوری یعنی بودیم، یعنی دولتی داریم که بخواد اگر مقابله کنه خیلی راحت برای کسی که مثلا بیگناهه حکم اعدام میبره و در واقع میاد اعدام میکنه، هر کاری که دوست داره میکنه. این رژیم به این صورت داره عمل میکنه. من میگم چطور نمیتونه مدیریت بکنه کسایی رو که با خودشون مثلا یه سری مواد غذایی آب معدنی رو میبرن، این آب معدنی سنگینه ولی وقتی خالی میشه اونو میخورن، اونو اونجا رها میکنن میذارن. چطور نمیتونه مدیریت کنه و اینا رو مثلا مثل این کشورهای اروپایی که فاند دارن اونا رو برگردونن، حالا به خاطر اون بخش مالیش هسته، جایی که جریمه های سنگین بذارن. پس اگر دولت به نظر من بخواد قوی عمل کنه تو این بخش، حتما و حتما میتونه. یه بخش دیگه هستش که ما الان، یعنی من توقع دارم دوستان بیشتر مشارکت کنن. محیط زیست ایران نابوده. از دوستان ما که مثلا کارشناس هستن و در مورد خاک ها دارن در واقع تحقیق میکنن، میگن این سمومی که استفاده میکنن برای محصولات، البته پرانتز اینجا باز کنم که تمام بخش ها میدونید که خصوصی هست، دست سپاه هست
و تمام این در واقع برنامه‌ریزی‌هایی که انجام میشه و کارهای تولیدی که بزرگ انجام میشه زیر بخش یعنی زیر نظر یه عده خاصه که اونا جزء سران مملکت هستن و هر کاری که دوست دارن با خاک و آب این کشور انجام میدن و یکی از چیزایی که اصلا معنی محصولات تراریخت است. الان خاک ما آلوده است. دوستی به من میگفتش که 30 سال بعد بگذره که این خاک این آلودگی رو از دست بده و دوباره ما بتونیم یه محصولاتی رو اون تو در واقع پرورش بدیم که حداقل سالم باشه، آسیب به جسممون نزنه، آسیب به هر حال انسانایی که زندگی میکنن اونجا به هر حال این اجتناب ناپذیره دیگه، خوراک دارن و از همه این مواد استفاده میکنن و زنجیره وار این قضیه به هم دیگه وصله. به هر حال بحثش خیلی گسترده است. دوستان مشارکت کنن، تو بخش خاک هست، تو بخش آب هست، تو بخش هوا هست، هر چیزی رو که نگاه میکنی یا آسیب خیلی خیلی بزرگی دیده که حالا بعدها بیشتر به نظر من مشخص میشه. من مایکو میدم به آقای جهانبین عزیز، بفرمایید که تحقیش میسازم. ادمین های عزیز هستن اینجا، من دیدم که مایک پرش باز درود به همگی. ادمین ها باز نکردن، من مجبور شدم خودم باز کنم. من براتون باز کردم، البته همزمان بوده. باز از شما، خسته نباشید همگی. در رابطه با محیط زیست، خب محیط زیست یکی از مسائلی هستش که خیلی مهمه و حالا شما اگرم که نگاه کنین تا دلتون بخواد در مورد محیط زیست کنوانسیون هست در سند 2030 یونسکو، اگر که اشتباه نکنم از هدف 6 تا 15 به این موضوع پرداخته شده. یعنی شما حداقل یکی از زیربندهایی که پیدا میکنید در رابطه با محیط زیست هستش. یعنی در دنیا دیگه الان به این سمت داره میره که به محیط زیست خیلی بها میدن، چون که در واقع اگر که نابود بشه دیگه هیچ راهی برای برگشتش وجود نداره. و ولی خب متاسفانه توی ایران با وجود اینکه قوانین خیلی زیادی، شما قوانین داخلی خود ایران رو در رابطه با محیط زیست مطالعه کنید متوجه میشید که راجع به همه چیز قانون وجود داره ولی هیچ کدومشون اجرا نمیشن. و اینکه حالا چرا اجرا نمیشن، من نظرتون رو جلب میکنم به یه سخنی که آیه کلانتری حالا اون موقعی که رئیس سازمان محیط زیست بودن گفتن که در مناطقی که شکار ممنوعه برای چی اجازه شکار میدین به خارجی ها؟ و حالا ایشون هم جواب داد که به خاطر اینکه اونها ارز میارن. یعنی شما الان نگاه کنین، چون که محیط زیست ایران، این صحبتی هستش که رئیس سازمان محیط زیست، یعنی کسی که متولیه و حالا باید حق‌خواه حقوق محیط زیست باشه، این صحبت رو میکنه. محیط زیست ایران الان بی‌صاحب مونده و کسی نیست که از حقش بخواد دفاع کنه. برای همین تمام میشه گفت سوء استفاده های اقتصادی داره ازش میشه. حالا حق برداشت نفت از دریای جنوب و شمال و نمیدونم ماهیگیری که برای خود ایرانی ها الان ممنوعه ولی خارجی ها خیلی راحت میتونن بیان ماهیگیری کنن، حق شکار هستش، همین تالاب هورالعظیم هستش که حالا هر چند وقت یه بار خشکش میکنن و باعث میشه که حالا تمام اون منطقه دوچار گرد و خاک بشه. تمام اینها مواردی هستن، تمام آسیب هایی هستن که داره به محیط زیست ایران وارد میشه. و خب متاسفانه سازمان محیط زیست اصلا اسمش روشه که باید به نوعی جلوگیری کنه از تمام این اتفاقاتی که داره برای محیط زیست میفته، ولی خب میبینیم که این سازمان هم به نوعی خودش به دست داره در تخریب محیط زیست ایران. متشکر از اینکه شنوا بودین و من مایک رو آزاد میکنم. سپاس از شما و خاطر نظرات خیلی خوبتون. دوستان اگر که نظری دارن در رابطه با محیط زیست که بحثش خیلی خیلی زیاده، با ما به اشتراک بذارن در بخش‌های مختلف محیط زیست. و از یه طرف واقعا باعث تأسفه که ما برای نسل‌های آینده نمی‌دونیم بعد واقعا چیکار بکنیم. آیا محیط زیستی براشون باقی میمونه؟ آیا این آب و خاک چیزی براشون داره که بتونن ازش استفاده کنن یا خیر؟
میشنویم دوستان رو. جناب آقای جعفری ما در اختیار شماست، بفرمایید. به نظر من حالا یه موردی که نیاز تقریبا شاید میشه گفت 100% هست اینه که قوانین مدون باید به یه شکلی باشه که یه سری قوانین هست که فوری فوتی هست که باید اجرا بشه، یه سری قوانین میان مدت هست و یه سری قوانین دراز مدت هست. محیط زیست کلن مثل یک کشتی میمونه که تمام افراد به اصطلاح حتی میشه گفت که جدای از کشور با حوزه به اصطلاح دور اطرافت هم باید مشارکت داشته باشی، چون ما الان با کشورهای به اصطلاح دوروبرمون نمیتونیم بگیم که محیط زیست فقط مربوط به ما. شما راحت میبینین که گرد خاکی که تو سوریه هست و تو عراق هست و تو ترکمنستان هست به راحتی وارد کشور ما میشه و باعث ایجاد مشکلات میشه. قوانین به اصطلاح که مدون میشه باید به یه شکلی باشه که حالا یه سری اهداف داشته باشه که اون اهداف رو حالا در اونایش که کوتاه مدت، در کوتاه مدت ارزیابی بشه. وقتی که مثلا یک قانونی گذاشته میشه این بهش بگن که مثلا آقا تا فرض یک سال دیگه قراره چه کاری انجام بشه و به اصطلاح سازمانی یا جایی، حالا سازمان که نه، مثلا قاعده کار اینه که مجلس یه نظارتی داشته باشه بر این قضایا که متاسفانه همه میبینن دیگه، کسایی که وارد مجلس میشن همش افراد رانتی هن دیگه، یعنی که باید به اصطلاح به یه شکلی وصل باشن به مثلا سپاه پاسداران تا طرف بتونه وارد مجلس بشه. اکثرا افراد بی سوادی هن و کسایی هن که واقعا اطلاع ندارن. یعنی اینی که من میگم، چون خودم شخصا حداقل با 6-7 نفرشون رو در رو نشستم صحبت کردم. مثلا آقای بیرانوند، من یه زمانی خرم‌آباد بودم، آقای بیرانوند به اصطلاح کاندید شماره 1 اصلاح طلبان اون زمانم بود، من رو در رو که نشسته بودم باش صحبت میکردم که شما چه طرحی برای به اصطلاح آموزش دارین، چه طرحی برای نمیدونم محیط زیست دارین، چه طرحی برای اقتصاد دارین. اصلا خود طرف مثلا معلم ابتدایی بود، اصلا اطلاعی نداشت از این که این قضایا چی هست، چی کار باید بکنه. حتی من اونجا بهش گفتم شما باید یه سری به اصطلاح افراد در استان یا حتی خارج از استان به عنوان مشاور داشته باشین که بتونین این قوانینی که هست راجع به استان بتونین به اصطلاح مدونش بکنین و ببرین، و مهمتر از همه اینا اینه که یه ضمانت اجرایی داشته باشه، بشه به اصطلاح در مرحله اجرا ازش، یعنی یخه اون فردی که رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، رئیس به اصطلاح حالا قسمت‌های مختلفه، یخش رو گرفت و ازش خواست. که متاسفانه اینا همش در اثر یه سری زدبندها، چون در واقع اصل همه این قضایا برمیگرده به مجلس، که باید مجلس یه مجلس مستقل و کارآمدی باشه، که اگر منو میذارن به عنوان یه به اصطلاح مسئول، طی 6 ماه، طی 1 سال به هم وقت بدن که این اهداف به اصطلاح باید انجام بشه و اگر انجام نشه بالاخره استیضاح بشن. همه اینا بعدن وقتی که میری وارد به اصطلاح حوزهشون میشی، میبینی که اصلا همش به اصطلاح با نمیدونم یه ماشینی، یه نمیدونم فلانی، یه رشوه، یه چیزی راحت به اصطلاح از سر و کنار این مسائل میگذرن. و ما تا زمانی که این مشکلات داریم تو مملکتمون، محیط زیست که چه عرض کنم، هیچ قسمتی از این مملکت متاسفانه درست شدنی نیست. ممنونم از این که ما که در اختیار من کردیم. سپاس از جناب آقای جعفری. آقای بومن ما در اختیار شماست، بفرمایید. با عرض ادب مجدد عرضم به حضور شما که خب
من فکر میکنم یکی از بزرگترین مسائلی که حالا دوستانم مطرح کردن، یکی از بزرگترین معضلاتی که در واقع ما داریم اینه که اصلا سازمان محیط زیست قدرت اجرایی نداره. یعنی اصلا شما سازمان محیط زیست باید در همه جا دنیا اینطوری یه سازمان بسیار بسیار قویه که میتونه خیلی از پروژه های عمرانی رو کنسل بکنه، میتونه اصلا اجازه خیلی از اتفاقا و خیلی کارهایی که برنامه‌هایی که دولت داره رو جلوشو میگیره، یه در واقع جلوی دولت همیشه قرار میگیره، مقابل دولت قرار میگیره. توی ایران سازمان محیط زیست در واقع در کنار دولته، در کنار برنامه‌های دولته و ما انتظاری بیشتر از اینم ازش نباید داشته باشیم که طبیعتاً برنامه‌هایی که ریخته میشه طبیعتاً به نفع سیاستمداران و به نفع خود دولت مردانه. ولی یه مسئله که مربوط به خود ماها میشه اینه که واقعاً من به نظرم ما هنوز توی مردم ایران ما دغدغه محیط زیست نداریم. یعنی مردم الان ما نمیبینیم مثلا اجتماعی تشکیل بدن، اعتراضی بکنن راجع به، یعنی یه حرکت‌های خودجوش، حرکت‌های مردمی یا انجمن‌های مردم نهاد که بتونه قدرتمند ظاهر بشه و جلوی به قول معروف طرح‌ها رو بگیره، بتونن یه تحسنی انجام بدن، یه حرکتی بالاخره انجام بدن که رسانه‌ای بشه نداریم. همه به قول معروف درگیری‌هایی که داشتیم، صحبت‌هایی که مردم دارن همیشه در حد همین قرهایی که هستش که ما می‌زنیم که آقا اینجوری نیست، این داره نابود میشه. حرکت حقیقتا ما حرکت مردم نهاد قوی ما تو ایران نداریم و اتحاد هم من نمی‌بینم و دغدغه مردم هم نیست. ممکنه که یه مقدار ماها یا افرادی که حالا یه خود درگیر محیط زیست هستن این رو متوجه بشن. یعنی بر عموم مردم شما صحبت کنی الان میگن با من دغدغه های بیشتر از اینا دارن که بخوام باش فکر کنم و این یکی از بزرگترین معضلات به نظر من که ما مردم مطالبه گری نداریم. یعنی از نظر محیط زیست ما الان فکر میکنم مردم خیلی 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 عادی برخورد میکنن، میدونن که خیلی بده، هوا خیلی آلوده است، ولی هیچ کسی هیچ حرکتی نمیکنه، اعتراضی انجام نمیشه. ممنون، فقط میخواستم همین رو اضافه کنم. متشکرم. سپاس از جناب آقای بروبان. بله متاسفانه ایران تنها کشوریه که در دنیا بحران آب هم داره، یعنی 100% از آبای تجدیدپذیر زیرزمینی استفاده میکنه و متاسفانه فکر کنم آقای جعفری بودن اطلاعات غلط میده، یعنی مردم رو، یعنی اینو شفاف سازی نمی کنن که مردم حداقل آگاه بشن که در چه وضعیتی هستن و متاسفانه به خاطر این کم آبی و وضعیتی که به وجود اومده حتی بسیاری از این حیواناتی که حالا توی جنگل های زندگی میکنن به خاطر این خشکسالی به سمت محل زندگی روستایی ها پناه میبرن. و یکی دیگه از چیزایی که خیلی مهمه تخریب خاک هستش که ایران در تمام دنیا اول هستش. از کجا باید بگیم؟ آب، خاک، ساحل، ماسه، من نمیدونم. بحث واقعا انقدر راجع به این موضوع محیط زیست زیاده، حجمش زیاده، من فکر کنم آدم بتونه یه جلسه دیگه راجبش صحبت کنه. ولی چیزی که مهمه، حالا شاید ما یا دولت مردم متاسفانه امانت دار خوبی نبود و آسیبی که به محیط زیست زدیم شاید حالا نتونیم اونها رو جبران کنیم و بتونیم که محیط زیست رو مجدد سرپا نگه داریم. دوستان دیگه اگر در رابطه، بحث خیلی زیاده، من نمیدونم دوستان چرا مشارکت نمی‌کنن. واقعا محیط زیست ما خیلی آسیب دیده، خیلی در هر بخش و هر قطعه. بیشترش هم نظر خود شخصی من این هستش که فقط و فقط به خاطر بی‌سوادی دولت مردان هست دیگه. یعنی واقعا بگم که نمیدونن باید چی کار بکنن و فقط نه تنها کاری نمیتونن بکنن بلکه آسیب هم زدن. خب دوستان اگر که نظر خاصی ندارید در این خصوص که من میدونم مطلب زیادی هستش، ولی خب اگر که نظری ندارید من ختم جلسه را اعلام میکنم و در پایان تشکر میکنم از همه دوستانی که همیاری کردن، پشتیبانی کردن، منشی جلسه خانم نادیا مشرف، بخش ضبط صدا و تدوین آقای علیرضا جهانی، خانم ندا فروغی و ادمین ها خانم نادیا مشرف، خانم ایران دکتر کیا و خودم.
ممنون از شما. من ختم جلسه رو در ساعت 19:54 دقیقه به وقت اروپای مرکزی اعلام میکنم. تا جلسه دیگر بدرود. با درود مجدد، اگر که اجازه هست من فراخوان ماه آینده رو ببندم و بعد چیز من اجازه میخوام ازتون، ما هنوز رو لایف هستیم دوستان، لایف قطع نکرد. خانم شیفر دوستان لطفا لایو رو قطع کنید، ممنون میشم ازتون.